برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. روزنامه گاردین گزارش داد که تحقیقات نشان می دهد ستاره ها ممکن است ظرف 20 سال آینده بر اثر آلودگی نوری شدید در شهرهای بزرگ قابل مشاهده نباشند. دانشمندان دریافتند که افزایش استفاده از دیودهای ساطع کننده نور LED و سایر اشکال نورپردازی آسمان شب را با سرعت چشمگیری روشن می کند. استفاده بی‌رویه از روشنایی خارجی، روشنایی خیابانها، تابلوهای تبلیغاتی و مکانهای ورزشی نورانی اکنون در حال از بین بردن دید ما نسبت به ستاره هاست. یک روز پس از تظاهرات مسلمانان در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی، منابع گفتند که در پی سرکوب معترضین از سوی پلیس دو غیر نظامی جان باخته و 40 نفر دیگر نیز زخمی شدند. گفته شده بیش از 100 معترض دیگر نیز از سوی پلیس بازداشت شدند. این تظاهرات روز جمعه 5 خرداد بعد از نماز جمعه توسط جامعه مسلمانان این شهر علیه تخریب مساجد در شهر تازه تأسیس شیگار که قبلاً به عنوان منطقه ویژه ارومیه شناخته می شد آغاز شد. معترضان خواستار توقف تخریب مساجد در این شهر شدند. بر اساس اعلامیه شورای عالی امور اسلامی منطقه ارومیه، 19 مسجد تنها در شهر شیگار به طور غیرقانونی تخریب شدند. یکی از دانشگاه‌های برتر هند طرحی را برای حذف فصلی درباره محمد اقبال لاهوری، شاعر ملی پاکستان، از یکی از دروس دوره کارشناسی علوم سیاسی این دانشگاه تصویب کرده است. محمد اقبال لاهوری در سال 1938 درگذشت و بیشتر به خاطر شعری شناخته می شود که به سرود مخالفت با حکومت بریتانیا در هند تبدیل شد. شورای علمی دانشگاه دهلی گفته که این شاعر دیگر در کنار مهاتما گاندی و ویوکاناندا در زمینه اندیشه سیاسی مدرن هند تدریس نخواهد شد. مسئولان دانشگاه گفتند که این طرح اکنون برای تصمیم گیری نهایی به شورای اجرایی ارائه خواهد شد. کمیته نیکوکاری مسجد و حسینی آلیاسین از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزلو در شهر سیدنی کشور استرالیا در چارچوب فعالیت‌های نیکوکارانه خود اقدام به ذبح 7 رأس گوسفند کرد. این اقدام به مناسبت ماه ذی‌القعده و ایام میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت امام رضا علیه السلام و همچنین سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف انجام شد. گوشت حاصل از این اقدام خیریه در میان خانواده های شیعه نیازمند و یتیم در منطقه سید زینب سلام الله علیها در حومه شهر دمشق پایتخت کشور سوریه توزیع شد.